آقای ترامپ در توییتی گفتن که ایرانی ها نه در جنگی پیروز شدند و نه در مذاکره شکست خوردند. خب کاری به این نداریم که ارزش ها از نظر ما و ایشون فرق میکنه، و یا اینکه تاریخ آمریکا این اجازه رو نمیده که تمدن کهن ایران دیده بشه. اما این کد که در توییت آقای ترامپ دیده میشه به سایر رقبای انتخاباتی ایشون هست. ایشون یک تاجر هستند و سعی میکنن از همه ابزارهای خودشون برای پیروزی استفاده بکنن. قبلا هم گفتن که هیچ تمایلی به جنگ ندارن و سعی میکنن سربازهاشون رو از خاورمیانه برگردونن. اما چرا کد ایشون کد انتخاباتیه؟ ایران به عنوان سومین کشور تاثیرگذار در انتخابات آمریکا شناخته میشه. بنابراین باید از طرف مردم آمریکا به این ثبات رسیده بشه، رابطه بین ایران و آمریکا، که از این به عنوان یک دستاورد در انتخابات بتونن استفاده بکنن. خب با توجه به اینکه منطقه به عنوانی تنش ایجاد کردند که ایرانی ها از این تنش بترسن و پای مذاکره بیان. اما خب با سقوط پهپاد آمریکایی توسط ایران و یا توقیف کشتی انگلیسی، آمریکا و سایر متحدانشون توی منطقه متوجه شدن که به این راحتی ها هم نمیتونن دست برتر داشته باشن. بنابراین هنوزم که هنوزه آقای ترامپ سعی میکنن که قدرت برتری نظامی خودشون رو به نمایش بذارند و از طرف دیگه همچنان خودشون رو تمایل به مذاکره نشون بدن که بتونن مردم آمریکا اقناع بکنند ما نه جنگی داشتیم و اینکه تونستیم ایران رو پای مذاکره هم بیاریم و به یک توافقی دست پیدا بکنیم که باعث پیروزی در انتخابات میشه. اما اگر این جمله رو بخوایم مترادفش با جمله دیگه از طرف ایرانی ها داشته باشیم، جمله بود که در حین مذاکرات طرف ایرانی داشته و گفته که اگر برجام صورت نگیره خب در ایران گروهی سر کار میان که مخالف با آمریکا هستن. آقای ترامپ هم به مردم آمریکا این کد رو داره میده که اگر ما در مذاکرات موفق نشیم، امکان داره گروهی سر کار بیان که جنگ طلب و خشونت طلب باشن و دوباره در منطقه تنش ایجاد بکنن. خب با توجه به همه مسائل و اینکه شریک تجاری آمریکا در منطقه یعنی عربستان دست دوستی سمت ایران دراز کرده به صورت غیر مستقیم و آمادگی سیاسی نشون داده واسه اینکه دوباره ارتباط سیاسی داشته باشن، میخوان که ایران از طرق مختلف وارد مذاکره بشه. اما جمهوری اسلامی با توجه به اینکه در هفته های اخیر مذاکراتی و دیدارهایی با سران سایر کشورها داشتیم و اینکه نفت خودش رو حاضر خودش بفروشه و اینکه نمیخواد شریک راهبردیش یعنی روسیه نفت رو به نام خودش بخواد بفروشه، نفت ایران رو به نام خودش بخواد بفروشه، از این طریق ایران داره نشون میده که من این قدرت رو دارم که نفت خودم رو میفروشم، قدرت نظامی دارم که پهپاد شما رو ساقط میکنم، کشتی شما رو توقیف میکنم، و اینکه سایر کشورهایی هم هستن که حاضر به مبادلات تجاری با ایران هستن، که اگر ایران تا پایان انتخابات 2020 همچنان پای مواضع خودش بیسته و ثبات اقتصادی رو در کشور داشته باشه، از این طریق سردرگمی رو به آمریکایی ها همچنان الغا میکنه و اینکه نمیخوان که از شکست برجام دوباره وارد یک شکست دیگه بشن و به مردم این اعتماد رو میدن که ما از شکست برجام درسی گرفتیم که نگاه به آمریکا و غرب نباید داشته باشیم،